سلام یه چیز جدیدی که تا به تازگی پیدا کردم و دیدم که خیلیها دارن ازش استفاده میکنم ولی آموزش کمی براش هستش و براتون آماده کردم به اسم او ماپوش که همونجور که میبینید ترمینالتون از اون حالت عادی و ای که هستش در میاره یه ذره فانش میکنه و اینکه میخوایم اینو با همدیگه روی سیستم و روی وس کودمون داشته باشیم و وقتی که کود مینویسیم یه همچین شکلیو ببینیم که البته تمای مختلفی داره یکی اینکه شما میتونید وارد سایت او مای پوش تا بشید و داکیومنتش رو اینجا بخونید و هر کاری که گفته رو انجام بدید نسبت به اون که شما او ویندوز دارید مک دارید یا لینوکس دارید و فونتشو میتونید تغییر بدید و کاستماایزش کنید حتی و یا اینکه میتونید از تمایی که خودش آماده کرده استفاده کنید حالا ما چجوری میتونیم همه کارها رو انجام بدیم بدونید که دیگه همه داکیومنت رو بخونید. من اومدم توی gpdstore.ai یه باتی نوشته هم به اسم پوش اسیستنت وقتی این را سرچش کنید یه تیم میاد به این شکل تیم و کل دیتایی که اینجا رو بیاید توی جی پی و ازش بپرسید پرایش میکنید و توی چت جی پی تی یه همچین مونکی براتون باز میشه سوالی که پیش میاد اول اینه که سیستم عاملتون رو باید انتخاب کنید ما اول میایم سیستم عامل رو, رو روی مک او اس انتخاب میکنید ولی قبلش بذارید بهتون نشون بدم که ویژوال استودیوی من چه شکلیه میبینید یه حالت ساده و قدیمی رو داره حالت کلاسیکه ولی میخوایم یا بیایم این شکلیش کنیم که تو سایت او مای روش هستش یا اول سیستم حامل رو انتخاب میکنم که میگم مکوس و شروع میکنه به من میگه که چه کارایی رو برای نصب این باید انجام بدم و قدم به قدم میاد به من توضیح میده شما میتونید برای این کار حتما برو نصب کنید که از اینجا لینکش رو براتون قرار داده یعنی روی ترمینال پیستش میکنید اینتر رو و منتظر میمونید تا این دست بشه نفع اولی داره بیشتر طول میکشه تا نصبش تو برو نصب شدهش شما باید بیای که اوهمای پوش رو از توی برو نصبش کنی یه یعنی ترمینال باز میکنی و اینجا پیستش میکنید و اینتر رو میزنید و منتظر میشه تا نصب شد چون من اینو قبلا داشتم پس میگه که روی سیستم نصب هستش من باید یه پروفایل به اسم ZSHRC روی همه رضا درست کنم یعنی اسم کامپیوتر هم که در اصل میشه که من بخوام اینجا بهتون نشون بدم بگراس و اینجا باید درست کنم یونید z اینجا نیستش برای اینکه من بخوام این z رو درست کنم باید بنویسم اینجا تاچ و اینجا یه بار دیگه این رو ببینم که اشتباه نکنم داد Z HRC اینجا برای من یه دونه ZSHRC باز میشه حالا من میام یه قطع کد اینجا قرار میدم میبینید خالیه این قطع کد رو براتون تو دسکریپشن قرار میدم که ازش استفاده کنید تو این کد چی میگه میگه وقتی که مثلا VS کد من ران شدش با بیا چیکارش کن بیا او مای پوش رو بخون اینیت کن کانفیکش هم انجام بده و یه تمو برای من اینجا بخونش الان می بینید قبل اینکه من اینرو سیوش کنم من اگر تممو باز کنم خو اینجا سیو شده اینو من بذارید پاکش کنم اینو ببندم می بینید به حالت کلاسیک هستش و حالا دوباره میام ترمینال رو باز میکنم SHRC رو باز میکنم اون خط کد رو اینجا پیستش میکنم و سیوش میکنم حالا اینو میبندم دوباره بازش میکنم و میبینید که تمش عوض شد حالا من این رو از کجا میارم میام تو سایت اوه oh مای پوش و تو قسمت تم کلیک میکنم و یکی از این تما رو به دل بخواه بر مثلا اینو میخوام لوستیک کافی که فقط بیام این قسمت رو کپی کنم بیام دوباره توی ZSHRC و اینو تا اینجا پیستش کنم اینو میبندم دوباره ترمینال رو باز میکنم و منتظر میبینم تا اون تا انجام بشه میبینید به سادگی انجام شد و این شکلی شدش ولی من بهتون پیشنهاد میکنم که از تمایی که این بالا هستش استفاده کنید خیلی مشکل تره فقط کافیه که این اسم رو دوباره بردارید یه باری انجام میدم یا توی ZSHRC که من اینو قرار میدم توی دیسکریپشن براتون و اینو پیستش میکنم یه اسکو دو باز میکنه تمینار هم میپندم و دوباره باز میکنم و میبینید شیک و خوشگل و یه ذره از اون حوصله سربریه در اومدش و اگر اوه مای پوش فونت اینستال بزنید بهتون پیشنهاد فونت میده و هر فونتی که دلتون بخواد رو اینجا میتونید نصب کنید و توی اینجا این بهتون نشون میده اینم باز بستگی به خودتون داره که بخواید فونتی استفاده فونت خاصی رو استفاده کنید یا نه از هم فونت دیفالتی که دارید استفاده کنید پس شما دوتا تا راه دارید یکی خود داکیومنت اینجا و یکی این باتی که من نوشتم میتونید ازش استفاده کنید امیدوارم که ازش لذت ببرید و فکر کنم خیلی باحاله یه ذره باش سر کله بزنید تم مورد علاقتون رو پیدا کنید از اینجا و منتظر نظرتون هستم و امیدوارم که این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید توی کانال من مرسی تا این ویدیو بعدی فعلا